پولی که تو خود اینا رد بدل میشه و اینا. بر همین اساس هم هست که الان اینها در رابطه با جانشینی کسی که میخوان بزن برای خمینی، قبلا ما حساب کتاباشون شده، یا رو میگن مرجع شده، آیت الله شده، آیت الله العظمى شده. یعنی چی؟ یعنی داره درس میده. میدونید که رسم اینه، یعنی بهتون بگم میدونید درس اینه که آخوندی که درس میده رسم اینه. آخوندی که درس میده با شاگرداش کنجا نشستن، دانشجویان دیگه، درس داره میده دانشجویان، با اونا حقوق بده. من بچه گودم میدیدم زمان محمد رضا شاه، حتی این آخونده هر کدومشون با مای 5 تومن یکی مای 10 تومن به بچه طلبه حقوق میداد. اینا کجا میبردن؟ از این پول انگلیس، عربستان سعودی و الان عربستان سعودی. مثلا مجتبی هم اگه الان جایی درس میده، اینا یک سری شاگردای داره، حالا شاید 10 15 نفرشون، چون ما ازش شاگرد که ندیدیم، شاگرد که ندیدیم. خب این پس چون انگلیس ساخته، چون بودجهش عربستان سعودی میده، روحانیت هر جورش باشه نوکر ایناست. و اون حرفی که میان به شما میزنن و فلان، اونها چرت و پرته. اونا جنگای زرگری فاطمه سکینه است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون جنگا را بندازن که تو باورت بشه. اگه یارو بهم دیگه فحش ندن که تو باورت نمیشه، باید بهم دیگه فحش بدن. حالا از روزی هم که ما مطرح کردیم که این مشتبه خمینی رهبر شده، الان دیگه صف کشیدن در خانه ای که برن و چه کنن، برن و باش بسازن. صف که میگم کشیدن، از احمدی نژاد که گرفته تا جواد ظریف تا خود روحانی اینها صف کشیدن، چون اینا قدرت فلانه که یارو داره دیگه، سپاه مپاینا صف کشیدن، اینجور خودشون نگه دارن. و بعد هم اینی که برنامه ها رو همه اینا میبینن، تمام این برنامه ها رو که میبینید، چون میخوام در مورد آقای گلپان صحبت کنیم، ما با آقای گلپا استکهلم بودیم یک سالی و کت خیلی قشنگی پشت ویترین دیدیم، رفتیم دو تازه کت خریدیم، یکی آقای گلپا یکی بنده. بعد اگه تو باشه خیلی برنامه من با این کت میرفتم. یه روز که آقای گلپا تشریف بردن پاریس، گفتن فلانی، گفتن ها، گفت این کته کو، گفتن اون کته، گفت آره منم تری میپوشم جایی میرم. رفته بودم یه جایی یا ترهیم کسی بود، دیدیم سران رژیم اومدن، سران رژیم. بعد تا اومدن من تا منه دیدن همه شونی که آقای کت، این کته، هم بگفتن خندیدن، گفتم چیه کته من؟ گفتن آقای کت که دو ساعت پیش تن سیاوش اوستا بود در پاریس، حالا چطور تن توئه؟ میگه خندیدیم. آقای گلپان که ماشاءالله از ما داناتر دانشمندتر، خندیدن رفتن. این آقای گلپا در دو سه جلسه که ما سالهای متفاوت اینجا و متوالی پاریس در خدمتشون بودیم، اینو میگفتن توی که یک بار این آقای مکس موسوی از سینماگر بزرگ ایرانی است که با هم در خدمتش بودیم، وقتی اومد می‌خواست خداحافظی بکنه، ما دم درش، گفت آقا گلفا چه حرفی زدن؟ گفتم آره، آره. گفت کتر میگن؟ گفت آره کت، با هم مثل یک کت دارم، دو تا کت دارم رفیق، من یک کت. گفت نه، تو این ورشو داری می‌بینی، اون ورشو ببین، سیاوش اوستا. گفتم یعنی چه؟ گفت بابا آقای گلفا چند بار تاکید کرد که این مجلس ترهیم یک شخصیتی بوده، سران رژیم هم اونجا بوده، سران رژیم بهش گفتن. گفتم آره، آره. گفت نفهمیدی؟ گفتم نه چی؟ گفت یعنی سران رژیم برنامه تو رو میبینن که دو ساعت پیش دیده بودن که اونجا دو زهر ما جواب داد. و اونجا بود که فهمیدم آره. و بعدم یکی از همین آدم های روحانی یک بار اومد، خیلی جالبه، اومده بود که دو مورد داری، اینو میگم بهتون برای ثبت در تاریخ، بایستی بهتون بگم. این فرد کسیست که وقتی روحانی نزدیک انتخابات بود، اومد پاریس و به من گفت که فلانی، اسرائیلی ها تو بهشون بگو ما از خودشونیم، این حزب اعتدال، ما روحانی، اینا همه ما از خودشونیم. ما بیایم سه تا خواسته اینا دارن، سه تا خواسته دارن. یکی هژمونی ایران در منطقه که ما الان نفوذ کردن اینا در سوریه و عراق و تا مرز اسرائیل رفتن. دوم موشک های ایران هست که اینا ازش میترسن. سوم اتم. ما هر سه تا اینا رو حل میکنیم، آباندون میکنیم به فرانسه و ول میکنیم. گفتم تو داری میگی روحانی که میشه که نمیکنه، آخوندار نمیشه بشین. گفت من به تو قول میدم این میکنه روحانی کارو. گفته بگو هوای ما رو داشته باشن، من این ستا رو انجام میدم. اون آقا هنوز زنده است با مهری از دان پاک و در یک جایی هست کسی که این رابط. منم اون آقای شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل بود، دوست نازنین من، این خبر بهش دادم و انتخابات ایران انجام شد و
وقتی انجام شد یک مدتی که گذشته بود از اینکه دیگه حسن روحانی رئیس جمهور بود، گفتن که هیچ خبر ازش نشد. گفتم نه اقدامی نه کاری، چی نشد که؟ گفتم بابا آخونده هم موقع من گفتم اینه دروگو هم و فقط ما پیغام رو رسوندم. آخوند میشه به شیطان، آخوند انگلیسی دروگوه، اینا با عربان، با عربستان سعودی هم عربستان سعودی میخواد همیشه دشمنی وجود داشته باشه، اینا فوش هم که میدونم دروگیه، علکیه، اینا میخوان تو منطقه تنش باشه، درگیری باشه، اونا بتونن حدشون داشته باشن، نفتشون داشته باشن، اینا هم نوکرشون باشن. گذشته که با هم بعد از همه اینها خود آقای شیمون پرس رسما اعلام کرد، گفت که من چون ایشون هم مسئولیت داشته بود دیگه توی کنیسه و توی مملکت خودش اینا، که آقا این یارو دروغگو در میده که نباید اعلام کرد، گفت من حاضرم با رئیس جمهور ایران حسن روحانی هر جو خودش دلش خواست بیام ملاقات کنم. من به یارو رفیقی گفتم ببین نامردی کردین شما، نامرد آخوند نامرده، که نشدم رفت. حالا همین فرد میدونید که تمام سایت های اینترنتی سیاوش اوستا تو ایران ممنوعه. بزنید avesta.net mehtivi.com هر چی بزنید ممنوعه، باید با فیلتر شکن برید. تا از وقتا هم فیلتر شکن هم جواب نمیده بعضی، یعنی از همون روزی که مرتی که روحانی شد رئیس جمهور، سایت های ما که از قبل ممنوع بود یه چیزای دیگهش آزاد بود، اصلا گفته اسم منو ممنوع کنه، اسم سیاوش اوستا رو اینا اجازه ندادن تو رسانه‌های خودشون بیارن. تا قبل می آوردن خیلی زیاده. اینم همین یارو به من گفت، رفیقش چند روز پیش به من گفت که فلان تو فلان حرفی که زدی و فلان رو همین جایی مشتبه بود. بعد گفت روحانی فلان، گفتم اگه روحانی برنامه رو می‌بینه، گفت راستش بخوای یکی از وزیراش بهش زنگ می‌زنه تو خونه. هفته پیش براتون پخش کردم که آخونده که نماینده خامنه‌ایه میگفت تریاکی از تو خونه نمیری بیرون فلان، نه تریاکیه میگفت. هفته پیش وقت گفت یکی از وزرا بهش زنگ میزنه و یهو میبینه صدای تو داره میاد، تایم برنامه تو بوده پنجشنبه یا جمعه، تایم صدای برنامه تو میمده، اون میگه آقا چی گفتی؟ صبر کن صبر کن صبر کن، میره تلویزیون خاموش میکنه، حتی تلویزیون خاموش میکنه، میگه آقای روحانی تو سیاوش اوستا گوش میکنی؟ به ما میگی سانسورش کنیم، سایتاش رو ببندیم تو ایران، تو خودت سیاوش اوستا گوش میکنی؟ گفت نه نه سیاوش اوستا نبوده چیزی، گفت بابا صدا بود الان تایم برنامه مونه. این نشونی رو یارو به من داد که ثابت بشه این سخنی که میخواد بگه که نرفتن پشت در خونه مشتبه خامنه ای صف کشیدن که همشون آقا ما میخواد رئیس جمهور بشیم. حالا روحانی که نمیتونه بشه، باید یکی رو تو حزبش بکنه، اون جواد ظریفه. الانم من اینطور که شنیدم اینا به جواد ظریف بیشتر رضایت دادن تا جهانگیری. آقا خیلی یا فیگوان احمدی نژاد میخواد بشه، یا زرقامی نگاره بشه، یا حسن خمینی، حسن خمینی نوه خمینی رو میخوان نامزدش کنن، یعنی میخوان این لیست نامزده یه جوری بریزن تا توی اینا این مجبور بشه به همین جواد ظریف رای بده. چرا جواد ظریف بذارن بیاد بیرون؟ چون جواد ظریف کسیه که همین خواسته هایی که جهان داشت در رابطه با جمهوری اسلامی رو روحانی عمل نکرد، مشتبه عمل کرد. چون مشتبه چندین سال داره ایران رو میگرده، باباش مرده و تازه رباتی هم که هست چند دقیقه است. من بارا هم گفتم باز هم میگم، آدم معتاد، آدمی که دستش قطع شده باید مرتب مواد بزنه تا بتونه وایسته تریاک مریاک اینا، اگر هم تازه خودش باشه که من معتقدم ربات با کامپیوتر کار میکنه، مثل ماشینای تسلا که با کامپیوتر کار میکنه، کامپیوتر آدم ها رو هم با کامپیوتر کار خواهد کرد، همه تو همین شما با کامپیوتر کار خواهید کرد، عصبانی میشید، خوشحال میشید، خانه رایانه است. این دیگه رئیس بهداشت جهانی اعلام کرد که جهان امروز جهان رایانه است، دیجیتاله. حالا اینا رو قبلا رو آدم دیگه پیدا کرد، از اینا بگذریم. الان سال هاست داره مشتبه میگردونه رابط دولت با به اصطلاح خامنه ای جواد ظریف بوده توی مدت‌ها، هی جواد ظریفی که میره میاد، استعمار جواد ظریف میره آمریکا و خط میره میده، اینها بود که همه این سه موردی که من به شما عرض میکنم عمل کرد مشتبه خمینی. تا حالا بیش از 5000 این ارتشیا و سپاهی ها میدونن بیان رسما اعلام کن، اعلام کردن. چرا اعلام کرد؟ یکیشون اعلام کرد اینها تا کنون بیش از 5000 حمله کردن به اینا، پایگاه موشکی اتمی و تسلیحات انبار کردن، زدن داغون کردن و بیش از چند هزار سپاهی و سپاهی که مؤثر بودن در نظر استراتژیک رو کشتن.